وقتی یه دختری مجبور میشه خودش رو به شکل پسرا در بیاره و وانمود کنه که رفتارهای پسرانه داره، چه اتفاقی میفته؟ اصلا چرا یه دختر مجبور بشه خودش رو در جامعه به شکل پسر در بیاره؟ آپارات این هفته رو ببینید. سلام، حسن سرچو هستم. به آپارات این هفته خوش اومدین. نیروهای خارجی از افغانستان خارج شدن و نیروهای طالبان بار دیگه کنترل بخشهایی از افغانستان رو در دست گرفتن و نگرانی از حاکمیت یافتن این گروه رادیکال مذهبی در افغانستان بالا گرفته. 25 سال پیش گروه طالبان که با جنگ و اعمال خشونت و رعب کنترل افغانستان رو به دست گرفته بودن، اون چرا که احکام شریعت اسلامی میدونستن به مدت 5 سال در این کشور به اجرا در آوردن. از جمله اون که دختران و زنان رو از حضور در اجتماع و کار و تحصیل محروم کردن و خشونت علیه زنان بالا گرفت. برای همین هم پسر پوشی و لباس مردانه پوشیدن تبدیل به امکانی برای پنهان بودن دخترانگی و زنانگی شد. اما پس از روشن شدن نقش تروریستی گروه طالبان در حوادث 11 سپتامبر سال 2001 در امریکا، نیروهای بین‌المللی از کشورهای مختلف به نبرد با طالبان برخاستند و با سرنگونی حکومت طالبان در افغانستان شرایط تغییر کرد. کشور صاحب نظام انتخاباتی شد، دختران و زنان وارد اجتماع شدند و امکانی دوباره برای نفس کشیدن سینما هم در این کشور به وجود آمد. در اون زمان صدیق برمک، فیلمساز شناخته شده افغان، به همراهی دوستان و همکاران ایرانیش پس از 6 سال رکود در سینمایی افغانستان اولین فیلم بلند سینمایی در این کشور رو پس از طالبان ساخت و سعی کرد گوشه هایی از سالهای سیاه حکومت طالبان بر افغانستان رو بر پرده سینما بازسازی کنه. فیلم اسامه که در برنامه این هفته آپارات میبینیمش اولین فیلم بلند آقای برمک هم هست. صدیق برمک تحصیلات سینمایی خودش رو در سال 1987 در دانشگاه مسکو به پایان رسونده و قبل از برقراری حکومت طالبان در مرکز سینمایی افغانستان کار میکرد و همزمان 4 فیلم کوتاه و 2 فیلم مستند هم ساخته بود. فیلم اسامه محصول سال 2003 هست و آقای برمک با این فیلم موفقیت‌های چشمگیری به دست آورده در 3 جشنواره‌های بین‌المللی، از جمله برنده جایزه دوربین طلایی کن در سال 2003 و جایزه بهترین فیلم خارجی در جایزه گلدن گلوب در سال 2004 شد. برای گفتگو در مورد فیلم اسامه، آقای برمک از فرانسه میهمان این هفته برنامه ما هست. خوش اومدید آقای برمک به برنامه این هفته ما. و همچنین حسین دانش، فیلمساز و صاحب نظر در امور سینمای افغانستان هم از سوئد همراه ما هست تا در مورد این فیلم و تاثیرش بیشتر بدونیم. آقای دانش خوش اومدید به برنامه این هفته ما. خب به اتفاق شما و بینندگان فیلم تحسین شده ی اسامه رو ببینیم، بعد دربارهش بیشتر صحبت میکنیم. بلابان برکت تقشان اخشبان و دختر سمرغان چشمی کسی کنی با سپنج کلم نظر نشی بان کنم خبر رشی مستر 1 دلار بخشش بیاد اگه مستر 1 دلار 1 دلار بخشش very good thank you باش فروزن فروزن پنج بالا پنج برکت تا پنج بالا پنج ما تو را مفت استان نکن پنج پنج بالا پنج ما تو را مفت استان نکن پنج بالا پنج ما تو را خاله مفت استان نکن پنج شم استار میتر Так
چی چیزا اردم مستر بخشش پیسه بده یا سکه انقلاب مستر بخشش پیسه بده برای گود تانکیو مستر مرا چی میکنی؟ مرا فیلم برداری میکنی؟ اون زنها را فیلم برداری کن مرا چی میکنی؟ آل طالبا بیایا گال پرد خود در ایران بانی اسپانج بلا کتن قشاین اسمند با دکتر از آقا جیده کتن قشاین اسپانج بلا برا کتن قشاین اسمند بلا برا کتن قشاین اسمند با دکتر از آقا ما چی بلا میخوایی که جمعیه این شفاخانه بند میشه و نرسا گریخته دکتران میخه بیخی هیچ کس میخه شفاخانه بسته بشه و نمازه بداری میره شما چی میکنی یکی؟ دیری داری کجا میره دو ماما شما بیاد جان سرتون چطور کنی؟ خب برو پرسان که میره دیگه نمو بی الله بخی بچه ایم که بریم گیریش کنیم کجا میره دکتر اکم خوش کردی؟ خواهر مادر من با مالش تقدر دادم نمیتونم پیسه ندارم تنگه ندارم قرآن خدا ندارم به تو بتونم
دکتر سید، عجله کن. پدر مزدش خوب نیست. دکتر سید، عجله کن. دکتر سید بیا. بیا وزد پدرم خوب نیست. دیروز خوب پدر خوب بود؟ چرا؟ دیشب داله. بسیار وزدش خراب شده. پدر مزدش میره. پدر جان نفسی؟ بلند بلند. پدر جان چطور هستین؟ خوب هستم تا جانم بسیار درد میکنم. باش. کم کم وقت دوام بسیار مریض و ناجور است. نداره بیچاره و غریب است. کتیش یک کمک شوی. تو خوش شکر خوب شوی. بیا در اکسیژن نداریم، خلاص شد اکسیژن ما، بیا پکا کجا. بیا در جان، دیگه چاره نیست، پکا کنیم. اندر در خیر جیخ دسته دا؟ نه ملاسه تا سر محرم شده ده چیده ده کوره وطنی؟ بیا در مامرای پدرم، پدرم اونجا مریض است. شفاخانه آوردیمش. لطا سر راقل بیرتا ملاسب کتی ما آمدن تا سوکیه بایم تا سوکیه من شوارش هستم. بیادر مامروی پدرم، پدرم اونجا مریض استک. تو چه دلتا ای؟ دا زنانه ولی دا محرمت از خلق سر غگیگی نبای چه غگیگی؟ ببخشن ملاسب بی ناموسا بی غیرتا. ما پدرم نفس تنگی داره پکا میکنم. رفتن مادر. دخترکم بیا که کس نبینید. To take care of the people. Pourquoi? Où allons-nous? Where are we going? Je suis docteur. Why are you hurting the people? Je suis là pour soigner les gens. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Monsieur Javier, si l'on me bécache ma padre. Si l'on me bécache un peu, padre, tu m'y vois? Je suis là, c'est une image. Je suis là. اگر ما در خانه کتیش کمک شم بر ما تنخواه میگی؟ بیا صدا میره بانه بابا جان،
بچه مامو رو زودتر. بیادر جان، اگه مرا در خانه برسانی فرمانو وقت میشه. بچه شمی یک دفعه صبر کنه، یک دوش شروع هم پدر ما بتن. مکتشون میرم مردم راشون نیست تا بازارشون ندن. خنزیره او بی شرافه، او بی ناموسه، ولی خپل خزه په باسکل سپاره دی، بدن معلومی دی، سینی معلومی گی در ناری نو شوق بند رازی خپی دی پتی کر ملا سب ببخشی دیگه ای کارا نمی زی لدی زنور زی یادر جان، سبا پشت ما نیی؟ تو دیگه یک بچه پیدا کن، ما آمده نمیتونم. مادر سر زخمی ما چی نمک پاش میدی؟ بیاد سر ما خوار خوش شده و خاک سرم باد شده، چه کنم دیگه؟ شرم نداری، ایو نداری، گفتم کنم، بچه ایم نبر دختره گرفته، دورگیان یک افسر شده، چی کنیم خاک سر خود باد کنیم، بچه هی هی خدا چی سانی غم است که سرم اومی بوره گوش که پدر از دختر زنده می بود که نانوار خانه ما می بود و خدا دی جنگای کابل هم از پیشم گرفتیش گوش که بیدره کم زنده می بود دی جنگ رو سو شید شد سایی سر مادر می بود گوش که این دختره کنم بچه همیم اول میرفت که تیمه کار خدا گوش که زنه پیدا نمی کسی زنه پیدا نمی کن بچه هم بر بیدنی مگم زن و مرد فرق نداره پیچه هم سفید شد فرق ندیدم زن و مرد و بچه خدا بر دیدنی پیدا و مرد و زن با کار باشه مرد و زن با کار باشه اگه بدبخت سردوش بدبخت هر مرد را که ریش شکل کنه چادری بر سرش کنه عین زن است هر زن که میایش قیچی کنی کلای مردانه در جانش کنی، این مرد است. این حال مخود مویکایش مچنم، باز خودت برو، کلای پدر خدا بیامردش کتاکو در جانش کشو که خو کنه، سو بخیز این مرد است. بیبی چی میگی؟ مرد طالبا به فامنگیرم کنن، میزنم میمورم. ترس نخو، بیری میبرای اگه فکرتا بگیری، باید مرد استی بچیم. تو هیچ فکر نکنی که من دختر هستم تو خب بچه هستی گل بیبی خود عقل مردم در چشم مردم هست دخترکم اگه تو کار نکنی از گشنگی خو میموریم گل بیبی خود همو مثل همو قصه که قدیمی را که برد کده بدم یادتر کهو سانسی مرغک در یک خانه بود نبود یک بچه که کاکل زریب این پدر از این مردم ای بچه دیگه
بعد برای یک لغمنان چه روزی کار میکرد. از اشتکار دیوانه شده بودی بچه دیگه. گفت خدایا بیشتار دو دارم که من کاش که دختر میبودم که هیچ کار نمیکردم. این میایه که پیر دانا شروعش میایه میگه برو از کمانستان تیر شوی بچه دختر میشی. میگه کمانستان من چی پیدا شده؟ میگه کمانستان از جهان پالوان بر ما یادگار مانده. کار درد غم داشته باشیم که رو ببینیم درد غم ما گم میشه. میگه بچه تیر شوه دختر میشه، دختر تیر شوه بچه میشه. زبر اثر جمعی نرد سر زنده بر شما دستا جار باش خواه رکتی دیگه از آمد نکش ببخش خواه رک چندگی سر بروشه بیادر جب چی؟ گلم
کنست. بلوان برکت قشنف دکتر شناخت میوای تا قیچی کدی پیسه میتی آنه کلای مردم سرد نفمانو سلام بیدر جون و علیکم بسلام رنگ جون همش نسین کدام رایم جانه؟ هم رایم جانه چپ دست نه خیر نی همو که در جنگای کابل شهید شده بیدر بیدر جان چطور نشناختی در 14 سال جهات شما یک جای بودین؟ اینه بیدر جان مزنش هستیم بسیار میبخشی خوارک نشناختیم مالی شناختم چطور استی؟ خوب استم بیدر دخترکت خوب است؟ اینی بچگک دخترم است بیا خوارک داخل پس خانه خوارک شما چطور اومدین در این روز خطرناک خراب دیدی بمرای دخترکت؟ چطور کنم بیادر جان؟ پیش خودت آمدم این دختر که ما بچه ساختم امیر بر شاگردیتان قبول کنی ندارم پریشان استم غریب استم بیادرکت آمرا دیدی که شهید شده نال غیر دربار خودتان نگم چی چاره دارم؟ سیاسر کجا برم؟ و نال خود درست است که دوکانه که من کده میجا کار نیست غریبی نیست من بیکار هستم میرم اخو مخرچ خودم اگرام اگر پیدا کنم یا نکنم بیادر امید خدا و خودت آمدیم خواهیم از چی چاره دارم میگ لغم اگر نانم که برای من روی کنی اونم بستم از بچه گلم که خانه رفتی زودتر بخوای پس بیای پیش ما سر کارت خدا وسیله تکنه زنده باشی خدا مهربان است مادر تشکر بیادر جان برو بچه ام که بریم بریم بچه ام زود پس بیه سر کارت برو بچه ام که بریم خیلی ببینی بیادر خدا وسیله زنده باشی گپ
بچه شد صدای تک زیر خور بساز که بساز صدای نرم است بچه شد و دختر بیتر از هیچ گب نزنی صدای دلبری دارم بچه شد و سلات و سلات رضی و خلق آمانده تا الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله وزو گرفتن خمی کمی بی نی بچی موتو نی هرچی که مکدم همه تو کن بریم بچیم الله اكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر بچیم تربوز دخترم برو خانه که ناوقت است خیلی میدونی که کن Thank you.
بچه ایم تو چی کدی؟ دبیرو من چیز نکدیم مادر طالبا سرت خبر شده نال من چی تو کنم؟ من چیز نکدیم خاک دست سرکت هلا زو چو دختر؟ تو نمیگم دختر آگم بگی بخور بچیم نانت نمیخوری مادر خوابم بگی چرا بچیم نمیخوری نانت بول مریض میشی که نخوردی مریض میشی بچی جانم مادر خود برای یک سگه که خوبش میکنم که باز دخترم خواب کنه بچیم گل مادر ناجور میشی صدقه چم مریض نشی بچیم دخترکم دخترکم دوست دارم صدقه چم هم سونه، سی سونه، سی مرغک بخونه خوش بختم دونه دونه بود نبود یک بچگک کاکلداری بود این بچگک پدرش مرده بود این بچه چهار خور داشت بیتاره این رو خدایا میرفت کار میکرد تکه تکه مونده مونده همی آمدی بچه میگفت خدایا پیش تو آرزو دارم که من دختر باشم خدایا هیر بمه دیگه که یک بابا پیش روش مه میگه زیر کمانستان که تیر شوی دختر میشی میگه کمانستان چیز برای بابا میگه بابا برای صدا میکنه که کمانستان بعد از وقت بارانا ای پیدا میشه از ایرش که تیر شوی دختر میشی اگر دختر تیر شود بچه بود خیلی بچه که برم خیلیت است ملاسه خیلیت است نرم بشتیم بچگک بچگک چی میکنی بچگک نه برمش حتیم از بیچاره شاگرد نه چینکان نداره گیره نبرم نه ملاسه لیاز خدایی رو که غلط نگی نه نبرمش غریب است ایس غریب هم برمش یا گلاشیر نوشو جام کن ملاسه بچه زو بگیریم رو لاسک چیزی نشو جمع کنین چطور هستی؟
مورا کجا میبرن؟ میبر پیچ بلنازن جنگ یاد میتا مورا بندی خونه میبرن تو چی میگی؟ چی میکنم؟ یه یاردم واره طالب میکنم لنگی میتم با ما با ما هم لنگی میتم بزاشم بود شیر نکن بزاشم بود بگه لنگی بگه لنگی ده بچه بگه یه چی قسم بسته کنم بیا که بریم بگه سرت خام کو که ملنگی تو بسکنو سرت خام کو که ملنگی تو بسکنو لنگی کرانا لنگی زدن از ما یاد بگی ازی کو دارن باشه باشه این موتر خراب شد چلا نمیشه باشه قرآن مجید تو چال زنوی تو کنم ما یاد ندارم چوبی تو بی خنزیر بچه انو بخه بخان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم هو الله الذي لا إلا هو العالم الغيب والشهادة الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أسرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب العالمين بیا برای بیا بالا بیا نه بیا بالا برای
بیا بالا برای بی غیرتی نکن تو را میگم بیا برای بیا برای بالا بیا 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 اینجا بشی برای برای بالا بیا برای بالا نمیستی مرد دستتا بطه نمیغلطی مرد دستتا بطه مرد دستتا بطه نمیغلطی بیا بیا تاشو بیا نرم نرم بیا تاشو بیا بیا پایشو مر پایت سرشنای مبان بیا بیا دختر تلفو فهمیده که امروز برای چی آمادم و من برای تان درس میدم درس همیست که کار بایدم شما رو شیطان درس میدنیم یک چیزی به خوابتان میاد این به دردن شیطان که باید کار چی میکنه اینه یک قصر قصر جنوبت قصر ایوازت به یک قصر سه قصر سرزان میدن چی رقم قصر میدم؟ ببین شما میگیم اول ایره دستایتان رو میشوریم چولایتان زیر چوله ای بغل چولتان میشوری ای بغل چولان میشوری زیر چولتان اگه با میشوری این آدم برستان عملی نشان بدون کاره عملی چی رقم که کلتان یاد بگیره فهمیده؟ اه سعی کنه اه اینی تا فهمیدی؟ اه اه به جامعه هست نه؟ اینه خوب ببینه فهمیدی؟ اینه سی دگر رو سعی کنیم یک دفعه این به فرق سر می‌بینیم، این سعی کنیم یک دفعه اینه اینه یا الان برای ششتا میتنه با ما معلوم نیست بدونه به خدای پا کی از این طرف هست یا از این طرف به اختیار خود هست نفهمیده بازی را از طرف دست راست سه دفعه این ششتا میشه فهمیدیم یه سه دفعه دست چپ این ششتا میتنه بعد بیا بچه فهمیدیم این حالا که کلتان دیدیم کنمه این ورتان یک دفعه خوب سعی کنیم کلتان که ببین که یک دفعه اینه این تجربه است که ببینیم هر کدومتان تا بالی هیچ ندیدیم نه؟ اینه ببین یک دفعه اینه سعی کنیم یک دفعه کلتان ببینیم یک دفعه به خوب سعی کن اینه این تجربه است اینه سعی کن که یاد بگیریم خوب انالی چی میکنی؟ یک دفعه اینه میشوری در این معلوم نیست این به مابین آویزان این نمیفهمید بالت چیست؟ دانستیم؟ اینه باز او میندازیه سعی کن سه مراتب دیدیم کلتان ببینیم یک دفعه به جای که جا قصه نمیخوره این در تعمی که جای او بسیار هست اینه ببینیم سعی کن اینه کلتان ببینیم یک دفعه اینه 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 یعنی خوشل کن
پای درد میکنه اول پایت بشور کن باز قسل کن بیا پایت بشور بیا کالایت بکش خواهی خیلی که پایت درد میکنه پایت لوچ کو اول پایت بکن باید بیا کالایت بکن یک خود سلیت کن ای سختیشون چی آس ای خدا بیا نی خود بیا بیا خیلی دیگه بوی 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 دادم بیام باید اول پایت بکشم او بچه نفهمیدی؟ سه دفعه طرف راست سه دفعه طرف چپ سه دفعه مابین این بچه را فقط بچه باید بغم قلمان بری بیشت قلمان بری همی تمیدیم الله صاحب قلمان چیست؟ قلمان بچه های که دختر نماز به بیت هست کجا رفتا؟ چی میگی؟ کجا رفتا خالیفه؟ پاکستان رفتا اینی را خالیفه برات مانده خو که میگه خنک نخوری بچم نگو کجا رفت؟ وقت از مدرسه آمدم امسای شپرسان کرد گفت پاکستان دارد چطور کنی؟ خیلی بچیم یک دروسته سه دروس خانیم پولی خانیم و خانیم سای تویست کلا بکای بچه دانی تا بکش کلای دخترانی تا بپوش برو که بریم همینجا کار کنی برو دیگه کیران
چی گفت ای خانم؟ مادر مرزای خواهر افتاد. نظامی درسونا شروع کیگی دیده اونه بسی شا؟ پاته این دیشا خبان نترس بیا 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 پیشتر بیا نترس پاته این دیشا خبان بیا نترس
بخیر. دختر است. دختر است. دختر است. یعنی سر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورنو او محترمو لدنكو تاسو چې دلته مونږ راغون کړی اسی د دې د پاره راغون کړی اسی چې زمونږ د طالبانو دورونو سره کینه او شرط سره وکړو، په دې خاطر چې د هغه طالب د قانون او د دین په اسلام کې د دې ځانونه قرباني کړي دي. ما
مسلمانانو نون یو سو کسا رشارت پاسا جزا ورکو چه تاسو دپارا عبرت پیداشی ایشه که دا کافر ایشه که تو دیو سزا مرگ دای دا قاضی صاحب فرمان دغه کافر او د طالبانو عکسونه اغسل او موږ سره سندونه هم شتا نو د دې دپاره سزا یې موت مایګه دغه ښځه کافره ده د کافر تبلیغ یې کوو باید د قاضي صاحب په امر باندې باید چې د دغې ښځې سر یې شي شاید یې شپوکي خدا مې فهم قاضی صاحب په فرمان هغه هنجلۍ چې ځان نه هلک جوړ کړی و هغه راولئ مسلمانانو هر کس چې دغسې کار وکړي نو سزا به همدغسې وي زموږ په ګران مقدس اسلام کې دغسې کارونه هېڅ وخت له منځه نه دي راغلي لکه نن چې موږ او تاسو ګورو ولې چې زمونږ تاسو باندې ډېرې کلکلې لاړې او ډېرې لاړې ما بښلی دی دینې دنیا چې مامور دا جنۍ چې کسو کوی نه لري او یتیمه ده په شرایي په وکالتان سره ما درکړې وه تا قبوله کړه قبول که نه قاضي صاحب مره پیدا ته مادر ما بیاری قاضي صاحب مادر ما را خدا خیلی خیلی دیدنی بیا دقا جلی چی دمولاسی هم کنی که اسلامی شرعت بزرشو نره تکبیر نره تکبیر سر دیوار بگیر
ليلى ولد ليلى يبغون تجي ليلى دنقو 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 دن ليلى ولد ليلى دن يبغون تجي ليلى دنقو 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 دن ليلى ولد ليلى يبغون تجي ليلى دنقو 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 دن دنقو 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 دن بیار خدا خیر نده ای طالبا را، خانه ما را، جای ما را، زندگی ما را، درد را، باغ ما را، پتی ما را هیچ چیز نماند بر ما. مرگ را با ملای ماجد نکاح کرد ای طالبا بزور، خیر نمینم. زندگی ما برباد کرد ای طالبا. خدا خیر و بار نده ای ملا را. سک دختر جان. ما اول مهاجر شدیم، بعد از او برادر ما همی طالبا بردن از خانه. برادر ما کشتن، شهید شد طالبا. بعد از او بین ما را گرفتن به ملای ماجد، نکاح کردن دادن، روزگارم خوب نیست. داده زنده چیز ماتت فقط شپا بانه چی نکرزی و هلی. زی زمانی که از ملا بزرگ و اتخته ولو ما بزانده نکاح کرما. زمان و سا ملا سرامو گذران نکیگی قبول ملای مجبوره ایم ده مجبوری دوره دی سر و سرکار کم سبا و کم. زی پزور پزور غبانی نکاح کلم بودنم داغ پر از وانی زی من نکرد و دشپا نو سا زهر ما دوشت کار دو پشت نظر ما بودران داری زی مجبوری پر از وانی که زهران سر کنو نکی نسنگ با اوکم پزور وانی دا کارا منی وسنو داغ کار دی نو سخی با اوکم تجار من کی گی نو لیلو ولد لیلو گل خون چه لیلو دنگو دنگو دنگ دختر کجاست؟ خونه خودم پیداش میکنم
گردی که باید یه بالا نه یه بالا خوش کن خوش کنی خوش کنی خوش کنی خوش کنی این آقای دست خودی دست همین اینمی از توست اسامه را دیدیم ساخته یه صدیق برمک فیلمساز افغانستانی یه تراژدی تلخ از سرنوشت دختر بچه در جایی که قدرت و سنت و مذهب به هم پیوند میخورن و حق تصمیم گیری حتی در شخصی ترین امور هم از انسانها گرفته میشه. فیلم قصه تکون دهنده ای داره و در اون فضاهای دوران طالبان و درهورهاش خوب
بازسازی شده. ظرافت‌های شارانه نمادین و بسیار زیبایی هم در فیلم دیده میشه، اما بیش از اون تصویری هست که از دوره طالبان ارائه شده در اسامه. صدیق برمک کارگردان این فیلم همراه ما هست از فرانسه و همینطور حسین دانش فیلمساز و صاحب نظر در سینمای افغانستان هم از سوئد با ما هست. گفتگو رو با شما شروع میکنیم آقای برمک. با این فیلم چی میخواستید بگید شما؟ فیلم اسامه روایت داستان تنها هفت در 21 یا 22 سال پیش نیست حسن جان، روایتی هست برای آینده افغانستان، برای لحظات دشواری که امروز ما نشانه‌هایش می‌بینیم. فیلم اسامه به نظر من ناقوس و یا جرسیست برای وجدان‌های خفته و اونهایی که متاسفانه متوجه نیستن چه خطر بزرگی از ناحیه طالبان و افراطیت و تندروی طالبان و یا گروه‌های شبیه او مثل داعش در افغانستان متوجه مردم افغانستان است. قهرمان شما یک دختر بچه است که خودش رو به اجبار به صورت پسرانه در میاره. آیا واقعا وضعیت زنان در دوره طالبان به این سختی و بدی بود؟ اتفاقا داستان فیلم اسامه بر مبنای واقعیت‌هایی بوده که ما شاهد اکثریتش بودیم و یا در نهایت حوادثی بوده که ما از دوستانم شنیدم و او را به فیلمنامه تبدیل کردیم. یعنی در مجموع این قصه ها بارها تکرار شده و اتفاقا داستان اسامه بر اساس یک نامه یک مدیر مدرسه زیرزمینی در زمان طالبان در دوره حاکمیت قبلی برداشت از یک نامه مدیر مکتب است. مدیر مکتبی که متاسفانه زمانی که دخترک وارد مکتبش میشه و به دلیل از اینکه دیگر نمیتونه با هویت اصلی خودش درس بخونه، مجبور میشه موهای زیبای خودش قیچی بکنه، لباس پسرانه بپوشه و در هیئت یک پسر وارد مدرسه شوه. ولی بسیار زود همسنفی ها و همکلاسی هایش او را لو میتن و متاسفانه یک روز پلیس های مذهبی و یا گروه های امر بالمعروف و نهی عن المنکر طالبان از اونجا میگذرن، متوجه این موضوع میشن، دختره که بسیار وحشیانه میکوبن و میزنن، لط و پار میکنن، مدیر مکتب وحشیانه میزنن و میبرن زندانی میسازن و بالاخره این داستان همین مدیر مکتب یا مدیر مکتب زیرزمینی به یکی از روزنامه های پاکستان که در اون زمان در پاکستان در پشاور چاپ میشد میفرسته که ما اتفاقا چون در اون زمان میخواستیم فیلم کوتاه تهیه کنیم متوجه این داستان شدم و من واقعا شوک داد. یعنی این کاملا یک داستان واقعی بود و من مطمئن هستم که بعد از اینکه فیلم اسامه به اکران شد در کابل بسیاری ها به من نامه نوشتن و گفتن شاهد همچی یک داستانی بودن. یا مثلا یکی برای من نوشت که دختره که همسایهشان با همین لباس پسرانه مجبور میشد برای نان و غذا آماده تهیه بکنه در خیابان، و یا کسی را میشناختم که عین سرنوشت قهرمان فیلم اسامه را داشت. و این تصویری که توی فیلم از طالبان ارائه میشه چقدر شبیه به چهره واقعی طالبان هست؟ حسن عزیز، اتفاقا طالبان آنچه را ما در فیلم اسامه مطرح ساختیم و یا روایت کردیم یک گوشه ای از خشونت طالبان است، یک گوشه بسیار بسیار کوچک. به نظر من آنچه را که مردم افغانستان امروز شاهدش هستند و مردم دنیا، خشونت و افراطیت بی حد و حصر است. طالبان به شدت ضد تمدن هستند، به شدت ضد هنر هستند، به شدت ضد موسیقی، ضد سینما، زن و به شدت زن ستیز هستند. اتفاقا باید از آن بکنم که
نسل جدید از طالبان، اونایی که تازه سربازگیری کردن از مکاتب مدرسه های مذهبی پاکستان، اینا بیرحمتر، خشنتر و اصلا گاهی وقت در بسیاری از موارد حتی اسلاف خودشان را تکفیر میکنن و میگن که مثلا یکی از حرفایشان ایست که با مجرد ورود به کابل باید همه را از دم تیغ بکشن و این نهایت افراطیت در افکار و ایدئولوژیشان است. اونا به این نظر هستن که همه اونهایی که در مناطق کنترل تحت حاکمیت دولت افغانستان زندگی میکنن کافر هستن. خب ادهی ممکنه بگن که یا میگن به هر حال که طالبان در این 20 ساله عوض شده، شاید عوض شده باشه و دیگه اون کارهای سابقشون رو انجام نمیدن. ابدا، هرگز. ما فکر میکنم هر آنچه را ادعا میکنن و یا از نظر رسانه‌ای یک مقدار خودشان انعطاف پذیرتر نشان میتن، نهایتا برای ازی است که دنیا متوجهشان باشه و نهایتا برشان چراغ سبز نشان بتن. من متاسف هستم که چهره خشن طالبان در ایران حتی گروه هایی هستن که تطهیر میکنن و نهایتا میخواین نور تلطیف بکنن. خب توی شرایط فعلی هم الان توی بعضی از مناطق کاملا طالبان حاکم هستن، مناطق رو به تصرف خودشون در آوردن و اینها. آیا بر اساس اون چیزایی که شما شنیدید یا اخباری که دارید همین رفتار گذشته در اونجا در پیش گرفته شده؟ طالبان دقیقاً در همین سال گذشته حداقل بیش از 5 تا 6 هزار هزاره را از قوم ملیت برادر هزاره را به شهادت رساندن. بدون از اینکه ترحمی داشته باشند در زایشگاه، در مکتب، در کورس زبان انگلیسی و یا حتی مناطقی که حمله میکنن خانه هایشان را میسوزانند. ای خودش نشان دهنده دشمنی آشتیناپذیری اونها با تشیع است. ما به نظر من ایرانی ها در مجموع نباید، خصوصا علل خصوص گروه های در رژیم جمهوری اسلامی ایران، متوجه نیستن که چه بلای در کمین همه است. ما به نظر من امروز طالب با نرمشی که نشان میده در رسانه های بین المللی و یا پیش کشیدن یک تعداد از افراد خودشان که به زبان انگلیسی بلد هستند، قطعا پشت پرده اهداف بسیار بسیار خطرناکی برای مردم افغانستان دارن. همین دیروز حتی در مناطق پشتون نشین دکتر، مهندس، معلم، اونایی که در کارکنان دولتی هستن جز هدفهای انتحاری، جز هدفهای پر از خشونت طالبان هستن. همین دیروز 400 خانواده بدخشانی را که اکثرا تاجیک تبار هستن از یک منطقه کاملا از خانه هایشان بیرون کشیدن و اونا را آواره ساختن در کندوز در شمال افغانستان. رفتار بسیار خشن در بسیاری از موارد، تیربارانهای صحرایی، محاکم صحرایی و در بعض موارد کوچاندن اقوامی که در مخالفت با اونها قرار داشته، حتی در مناطق پشتون نشین که بیشتر مهد و خواستگاه طالبان است، به شدت در برابر زنها عکس العمل نشان دادن، در بسیاری از موارد زنها را تیرباران کردن و ساختمانهای دولتی را منفجر کردن، از بین بردن و خانه ها را با آتش کشیدن. با این تفاصیلی که شما می‌فرمایید، فیلم شما برای بیننده امروز افغانستان چه پیامی می‌تونه داشته باشه؟ من فکر می‌کنم که با دیدن فیلم اسامه مردم افغانستان یک بار دیگه متوجه خواهند شد که نباید بگذارن همچون تراژدی دوباره تکرار شود. برای از این کار باید در برابر هرچه ظلم و استبداد طالبانی است باید بیستن. تا
طالب و یا داعش، برای که هر دوی اونها درخ یک سکه هستن. نهایتا اختلافشان در امارت و خلافت است، هیچ چیز دیگه اینا را از هم دیگه فرق نمیده. ما به نظر من ملت افغانستان باید در برابر اینها بیستن. ترسی را که طالبان امروز به مردم افغانستان وارد ساختن و تزریق کردن در ذهن اذهان عامه باید به خودشان برگرده. ما به نظر من با استادگی و بسیج مردمی در شمال افغانستان طالبان تازه متوجه شدن، با بادارانشان، با اونهایی که در عقبه ایشان ایستادن مثل پاکستان و بعضی کشورهای منطقه، تازه متوجه شدن که مردم افغانستان مردم 20 سال قبل نیستن. اونها متوجه هستن که وقت طالبان اگر خدای ناخواسته به قدرت برسن، جز خشونت هیچ چیز دیگه پیام دیگه برای مردم افغانستان ندارن. و در حالی که مردم افغانستان امروز نیازهای اولیهشان تنها نان و غذا و آب و مسکن نیست، بلکه به آزادی و دموکراسی نیاز دارن. اونا میخواین به اینترنت دسترسی داشته باشن، زنها میخواین بدون برقع و بدون چادری به تحصیل و آموزش برن، چیزی که طالبان هرگز اونا رو مهیا کرده نمیتونن و حتی در ضدیت به او قرار دارن. بنان مردم میستن، مردم هزمین حالا نشانه های پایداری مردم، مستواری مردم در برابر طالبان و در برابر حملاتی وحشیانشان خودش نشان دهنده ازی است که مردم بیدار شده. حالا این سوال پیش میاد که آقای برمک، مثلا اگه طالبان بتونه سیطره خودش رو بر افغانستان کامل بکنه و دوباره بخواد قدرت رو به دست بگیره، آیا شرایطی که توی افغانستان هست میتونه به اون شرایطی که توی فیلم شما، فیلم اسامه تصویر شده برگرده؟ با شناختی که از طالبان و خشونتشان دارم حسن عزیز، و با شناختی که از بسیج مردمی و مقاومت دومی که در برابر طالبان نسج گرفته در افغانستان، فکر میکنم طالبان هرگز امکان پایداری خودشان در شهرهای بزرگ ندارن و در روستاها. اونا با یک مقاومت شدید مواجه خواهند شد و فقط آنچه که اتفاق خواهد افتاد جنگ های بسیار بسیار خانمان برانداز و خانمانسوز و خونین خواهد بود. طالبان هرگز با آرامی حکومت نخواهند کرد و بدون شک این موضوع را کشورهایی که در حاشیه افغانستان، در متن موضوع افغانستان دخیل هستند، این را به خوبی درک میکنند و میدانند که رسیدن پای طالبان به شهرهای بزرگ یعنی جنگهای بسیار شدید و طولانی و خونین. آقای برمک، صحبت از تأثیر مخرب طالبان در افغانستان در این سالها بسیار بوده، زیاد هم نوشته شده این طرف و اون طرف و دربارش حرف زده شده، ولی به نسبت شاید خیلی کمتر ما فیلم های مستند به خصوص، حالا داستانی یه تعداد فیلم ساخته شده، ولی فیلمسازان افغان به ویژه فیلم های مستند کمتری درباره دوره طالبان در افغانستان ساختن و ثبت نشده خیلی زیاد یا دست کم دیده نشده. دلیلش این چی هست؟ آیا نگرانی هست یا اینکه دلایل دیگه ای داره که فیلم‌هایی در این زمینه، فیلم‌های بیشتری ساخته نشدن؟ من تصور میکنم که دلیلش ترس نیست سلجوی عزیز، دلیلش عدم همکاری و یا معاونت و یا دستگیری دولت در رابطه با سینما است. دولت هایی که در افغانستان بعد از طالبان و حکومت هایی که به وجود آمد در دوران آقای کرزی و در دوران آقای اشرف غنی شدیداً بی‌توجه بودند در برابر سینما و در برابر هنر، هیچگاهی نخواستند سینما را به عنوان یک هنر بپذیرند و از قدرت و توانایی از او برای آگاهی دهی و آموزش مردم و یا سرگرمی مردم استفاده بکنند. متاسفانه در افغانستان یک بُعد اساسی سینما که ما به او بسیار نیاز داریم، یعنی تهیه کننده، وجود نداره. بسیاری از سینماگران ما برای اینکه بتونن فیلم‌های خودشان رو تهیه کنن، دنبال تهیه کننده در کشورهای دیگه می‌گردن و در جستجوی تهیه کننده این به حساب مجبور میشن به فاندیشن‌های فیلم و یا جشنواره‌ها و یا تهیه کننده‌های بیرونی
قانونی مراجعه بکنن و این خودش زمانگیر است و گاهی هم متاسفانه اتفاق نمیفته، چیزی که لازم است اتفاق نمیفته. به همین خاطر است که ما فیلم های بسیار کمی در مورد طالبان ساخته شده و در مورد طالبان، وگرنه من مطمئن هستم و میدانم که سینماگر و یا هنرمند افغانستان مثل مردمش در برابر طالب میسته، مثل مردمش در برابر سیاهی و تاریک اندیشی میسته. بسیار ممنون و متشکرم از شما آقای برمک. همینطور حسین دانش مستندساز و صاحب نظر در سینمای افغانستان هم همراه ما هست از سوئد. آقای دانش، اهمیت و ارزش و جایگاه این فیلم اسامه در سینمای افغانستان در کجا هست؟ فیلم اسامه از نظر من از چند جهت فیلم مهم است. اول اینکه فیلم اسامه دنیای پردرد و پرشکنجه و خفقان را روایت میکنه که توسط طالبا و در دوران حاکمیت طالبا در افغانستان اتفاق افتاد و جنایات ضد انسانی وسیع را این گروه انجام دادند. دوم این که فیلم اسامه از لحاظ سینمایی و از لحاظ قصه و فیلمنامه یک فیلم تاثیرگذار است. زبان سینمایی فیلم یک زبان قوی است، گاه در خود شاعرانگی داره و همچنین اینکه قدرت بیانی فیلم و او روایت آرام را که در خود داره تا پایان مخاطب به خود جذب میکنه و قصه یک دخترک هست و کودکان و زنان و اتفاقاتی که در دوران طالبا در افغانستان علیه مردم در واقع صورت میگیره. فیلم در واقع آینه است از خفقان یک دوره از تاریخ افغانستان که طالبان در واقع انجام دادن. سومی که فیلم اسامه ما را با خطر بازگشت طالبا و با تکرار احتمالی تاریخ روبرو می سازم. مثلا این فیلم برای کسانی که در سال 2001 میلادی متولد شدند در افغانستان و دوران طالبان را تجربه نکردند و ندیدند، امسال در سال 2021 میلادی این نسل 20 ساله هستند و این فیلم میتونه بر از اینا فیلم مهم در واقع باشه که تاریخ در واقع ببینن و تماشا کنن. چهارمی که فیلم اسامه از این جهت هم مهم است که باید سیاستمدارای افغانستان و دولت‌های غربی این فیلم ببینن که چرا گذاشتن طالبا دوباره جان بگیرن در افغانستان و این سوال مهم است به نظر من که این فیلم میتونه این سوال مجددا مطرح بکنه. و خود شما هم به هر حال سالهای طولانی رو در افغانستان زندگی کردید. اون تصویری که در این فیلم دیده میشه از اون رعب و وحشتی که طالبان در افغانستان ایجاد کردن تا چقدرش دراماتیزه شده است و تا چقدرش واقعی از نظر شما آقای دانش؟ فیلم اسامه به طور کامل با واقعیت‌های دوران طالبان همخوانی داره و حتی به نظر من فیلمساز به عنوان سینماگر مؤلف نخواسته که خشونت عینی را به نمایش بگذاره و ما به هر حال اعدام‌های طالبان را در فیلم نداریم، بدار آویختن زنان و مردان مثلا در استادیوم کابل نداریم، تیرباران‌ها را نداریم، کشتارهای جمعی را نداریم. او خشونت بسیار شدید ما در فیلم نداریم، خشونت عینی را، اما بیننده لحظه به لحظه فیلم خشونت، خفقان و استبداد دینی مذهبی طالبان را در واقع حس میکنه. فیلمساز توانسته که حس خشونت با زبان تصویر و با ظرافت بیان بکنه، مثل سکانس آغازین فیلم که با فشار شدید آب که توسط ماشین مثلا اطفایه یا آتش نشانی به او زنان معترض پاشیده میشه، فیلمساز خواسته که نشان بده همون خشونت و همون وحشت طالبان با اون نماهای آهسته. همچنین در پایان فیلم به نظر من ما یک سکانس بسیار نمادین داریم، جایی که پیرمردی که 3-4 زن داره و زن جدیدش دخترک خردسال هست، قفلها را به او میده که از بین این قفلها یکی را انتخاب بکن تا دروازه که تو در او اتاق زندگی میکنی او در با این قفل ای ببنده. این صحنه به نظر من صحنه نمادین هست که میتونه دوباره
خطر تکرار طالبان را بر افغانستان گوش زد بکنه و او صحنه پایانی فیلم که دخترک در حال تناب زدن هست، اینا صحنه های نمادین هست و او قفل در واقع قفل هست که اکنون هم طالبان میخوان بر آزادی بیان قفل بسته بکنن و بر زندگی مردم در واقع قفل ببندن. و شما هم ممکنه که بفرمایید به نظرتون چرا توی این سالها فیلم های کمتری به خصوص از سوی فیلمسازان افغانستانی در مورد نقش طالبان، نقش مخربشون تولید شده یا دست کم عرضه شده در بازارهای بین المللی؟ فیلمسازان افغانستان به نظرم با توجه به میزان اندک تولید فیلم به موضوع طالبان تا حدود در فیلم‌هایشان پرداختن، چی در فیلم‌های مستند، چی در فیلم‌های کوتاه و یا فیلم‌های داستانی مثل همین فیلم اسامه یا سنگ صبور از آقای عتیق رحیمی، فیلم کاغذپران سیاه از آقای طارق قیومی و چندین فیلم دیگه. اما خب ضرور نیست که حتما مستقیم به موضوع طالبان بپردازن، بلکه در پس زمینه اکثر فیلم هایی که در افغانستان تولید شده و درو درد است، درو نابرابری اجتماعی است، درو در واقع تبعیض قومی، تبعیض مثلا مذهبی اینا هست، تبعیض علیه زنان هست، خب درو فیلم ها در واقع نشان داده شده و در پس زمینه این قصه ها بدون شک طالبا نقششان هست. اما خب تولید فیلم در افغانستان کم بوده، دولت حمایت نداشته، مدیریت‌های دولتی تعامل خوب با فیلمسازا نداشتن و از سوی دیگر هم سیاست دولت‌های افغانستان طی این 20 سال در قبال طالبان از آقای کرزی تا آقای غنی سیاست مبهمی بوده، سیاستی بوده که اینا باج دادن و در چندین دوره به طالبان برادر خطاب می‌کردن و همین چند وقت پیش خب 5000 زندانی طالبه که جنایت انجام دادن از زندان آزاد کردن در کابل. خب اینا هم مسائلی بوده که شاید در بخش دولتی امکانش نبوده که بر علیه طالبا یا در نقد طالبا فیلم بسازه. اما خارج از بخش دولتی بله، به نظر من شاید فوکوس زیاد روی موضوع طالبا به طور مستقیم در فیلم ها صورت نگرفته. خب بسیار ممنون و متشکرم از شما حسین دانش از سوئد و همینطور ممنون از صدیق برمک کارگردان فیلم اسامه از فرانسه که همراه ما بودن در این برنامه. فرصت بیشتری برای ادامه گفتگو نیست. از طریق راه‌های معمول ارتباطی ما که اینجا داره زیرنویس میشه با مون در تماس باشید و نقد و نظرتون درباره فیلم رو به ما بگید و همینطور اگر خاطره ای از دوره طالبان دارید. تا هفته دیگه و یه دیدار دیگه در همین ساعت و با همین برنامه، بدرود و مراقب سلامتی خودتون و اطرافیان باشید.